فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان عصر روز گذشته با اسقف پارتولومه اول رهبر مسیحیان ارتودکس جهان ملاقات کرد. پاپ اعظم و اسقف اعظم روز یکشنبه نیز در کنار هم در مراسم نیایش در کلیسای سنت جورج در استانبول شرکت کردند. پاپ در این مراسم بار دیگر ضمن محکوم کردن گروه دولت اسلامی یا داعش از رهبران سیاسی و دینی جهان خواست علیه اقدام‌های غیرانسانی این گروه بی تفاوت نباشند. صلح مردم را برهم زدن، دست به هر خشونتی زدن و یا خاموش ماندن در مقابل چنین اقداماتی که به ویژه علیه ضعفا و مردم بیدفاع انجام می شود، گناه عمیقا بزرگی در برابر خداوند است. پاپ در ادامه گفت فریاد قربانیان این جنایت ها ایجاب می کند کاتولیک ها و ارتودکس ها با شتاب در مسیر همدلی و آشتی ملی حرکت کنند. وی نجات مردم از فقر را برای جلوگیری از گرایش افراد به گروه‌های تروریستی عامل مهمی خواند. رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین گفت گرچه استفاده از زور توسط جامعه بین‌المللی برای توقف جنایات داعش قانونی است، باید برای یافتن راه حل پایا و دائمی تلاش کرد. رهبر 300 میلیون مسیحی ارتودکس رهبران دو شاخه اصلی مسیحیت هستند. پاپ فرانسیس در پایان مراسم نیایش دو کبوتر را از قفس رهاند.